درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 26 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 5 دی ماه سال 1402 خورشیدی. مقامات جمهوری اسلامی به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه و از چهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس در حمله منتسب به اسرائیل به حومه دمشق واکنش نشان دادند. حکومت ایران تهدید کرده که به این اقدام اسرائیل پاسخ خواهد داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت جمهوری اسلامی حمله به موسوی را خباثت‌بار و نشانه عجز و ناتوانی و سرخوردگی اسرائیل در منطقه برشمرد و تهدید کرد که اسرائیل تاوان این جنایت را خواهد داد. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در سوریه اعلام کرد که موسوی دیپلمات و رایزن دوم سفارت ایران در دمشق بود. به گفته اکبری این فرمانده سپاه ساعت 14 به وقت سوریه دفتر کار خود را در سفارت جمهوری اسلامی ترک کرد و به منزل مسکونی خود در زینبیه دمشق رفت و یفتود محل اقامت موسوی ساعت 16 و 20 دقیقه به وقت دمشق ظاهراً با 3 موشک هدف قرار گرفت و جسد او در اثر شدت حمله به حیات پرت شد. سفیر جمهوری اسلامی در دمشق تاکید کرد که بر اساس کنوانسیون های بین المللی تأمین امنیت دیپلمات ها بر عهده کشور میزبان است و حمله اسرائیل به این فرمانده سپاه جنایت و تعدی به امنیت سوریه به شمار می رود. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم حمله اسرائیل به موسوی را نقض آشکار حاکمیت کشور سوریه خواند و گفت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در خارج از میدان غزه نشانه جنگ افروزی است. طلایی نیک تهدید کرد که جمهوری اسلامی پاسخی مقتدرانه و هوشمندانه به این حمله خواهد داد. جعفر اسدی از فرماندهان ارشد سپاه با اشاره به کشته شدن موسوی گفت اسرائیل قصد دارد که دامنه جنگ را در منطقه گسترش بدهد. به گفته او اسرائیل هفته های گذشته هم این مکان را در زینبیه دمشق هدف قرار داد اما موفق به کشتن موسوی نشد. اسدی اعلام کرد که این بار به واسطه جاسوس هایی که داشتند توانستند مکان دقیق حضورش را شناسایی کنند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم گفت تهران در زمان مناسب و مکان مناسب به اقدام اسرائیل پاسخ مناسبی خواهد داد. نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هم امروز در جلسه شورای شهر تهران گفت که هنگام دیدار با خانواده رضی موسوی کشته شدن پدرش برای او تداعی شده است. پسر رضی هم میگوید که رابطه پدرش و حاج قاسم فراتر از روابط نظامی بوده است. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 4 دی ماه اعلام کردند که رضا سراج به عنوان سخنگو و معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و جای کیوان خسروی را گرفت. علی افشاری فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در توییتی نوشت که رضا سراج سربازجوی او در پرونده موسوم به براندازی قانونی بوده است. افشاری افزوده که سراج کارگردان فیلم مصاحبه اجباری اونیز بوده است. این فعال سیاسی در سال 1395 هم در ویدیویی گفته بود که رضا سراج با نام مستعار علوی یکی از بازجویانی بود که بعد از حوادث 18 تیر ماه سال 1378 پروژه توابسازی دانشجویان دستگیر شده را هدایت میکرد. رضا سراج در سالهای اخیر در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی به عنوان کارشناس سیاسی معرفی می‌شد. او یک حساب کاربری در شبکه ایکس هم دارد که خود را به عنوان دکتر رضا سراج و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی معرفی کرده است. بر اساس گزارش منابع خبری، ابراهیم رئیسی ماده واحده پیشبینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این ماده واحده، درس دو واحدی علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت به جمع واحدهای دروس عمومی الزامی اضافه و در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تدریس خواهد شد. بر همین اساس اعلام شده که تمامی دانشجویان از کاردانی تا دکترای تخصصی یک بار
در طول دوره تحصیل ملزم به گذراندن این واحد درسی هستند. اعتراضات و اعتصابات صنفی در شهرهای مختلف ایران روز سه‌شنبه پنجم دی ماه نیز ادامه پیدا کرده و بازار طلا فروشان در چند شهر ایران شاهد اعتصاب بازاریان برای چهارمین روز متوالی بوده است. اعتصاب طلا فروشان از روز شنبه هفته جاری که ثبت صورت حساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر در یک سامانه دولتی الزامی شد، افزایش یافت و بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات دست کم در شهرهای تهران، اردبیل و تبریز ادامه یافته است. دولت ابراهیم رئیسی کنترل‌ها را برای اخذ مالیات بیشتر بر خرید و فروش طلا افزایش داده و همین امر در روزهای اخیر موجب شد که گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با مالیات 25% دولت بر سود ناشی از معاملات طلا و جواهر منتشر شود. همزمان منابع خبری از تداوم اعتصاب برای چهارمین روز متوالی در کارخانه گروه ملی فولاد ایران در اهواز خبر دادند. در حالی که بسیاری از شهروندان برای دریافت وام‌های 10 میلیونی گیر ضامن و بوروکراسی اداری هستند، جمهوری اسلامی همه جوره پای نیروهای خودی ایستاده و در تأمین مالی آنها کم نمی‌گذارد. در تازه ترین اطلاعات منتشر شده، پرداخت وام 50 میلیون تومانی خارج از نوبت به نیروهایی که در سرکوب خیزش سراسری نقش داشتند با سود پایین و باز پرداخت بلند مدت در دستور کار نهادهای مربوطه در شهر سقز قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعات قرار است که وام 50 میلیون تومانی با سود 5% و باز پرداخت 60 ماهه به کسانی که در سرکوب اعتراضات نقش داشتند و عمدتاً از نیروهای بسیج و سپاه بودند پرداخت شود. این وام را قرار است که بانک سپه به نیروهای مذکور پرداخت کند. به دنبال انتشار خبری مبنی بر احتمال صدور قرار وثیقه برای امیرحسین مقصودلو مقلب به تتلو، خواننده جنجالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کرد و اعلام کرد که تحقیقات در مورد این فرد و پرونده او در جریان است. به گزارش میزان روز 4 دی ماه ادعای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تماس با خانواده تتلو و احتمال صدور قرار وثیقه برای او مطرح شده بود. رسانه‌ها در ایران روز 15 آذر ماه گزارش دادند که تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامات جمهوری اسلامی شد و از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز نهار و شام شما خواهد داد.
چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کردند که ده‌ها هواپیمای جنگنده اسرائیلی بیش از 100 هدف را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. به گفته وزارت بهداشت تحت کنترل حماس در غزه، دست کم 52 تن در این حملات کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل، افراد گروه افراطی حماس در جبالیا تلاش داشتند که مواد منفجره را در نزدیکی یک تانک اسرائیلی کار بگذارند، اما با ورود سربازان اسرائیلی و سپس حمله هواپیماهای نظامی به قطع رسیدند. صبح امروز شنبه ارتش اسرائیل از به صدا در آمدن آژیر هوایی هشدار حمله راکتی در مناطق مرزی با غزه خبر داد. از سوی دیگر جمعیت هلال احمر فلسطین میگوید که گلوله‌های توپخانه اسرائیل طبقات بالایی مقر این سازمان در خان یونس را هدف قرار داده و بر اثر آن شماری از آوارگان زخمی شدند. این نهاد میگوید هزاران آواره نوار غزه در این ساختمان پناه گرفتند. یکی از مدیران تیم بشردوستانه سازمان ملل گفته است که بسیاری از فلسطینی ها در نوار غزه دستور تخلیه ارتش اسرائیل را دنبال کردند و به دنبال امنیت در مناطق تعیین شده هستند، اما متوجه شدند که فضای امن کمی در این منطقه پرجمعیت باقی مانده است. وزارت بهداشت غزه میگوید که در 24 ساعت گذشته 241 فلسطینی کشته و 382 فلسطینی در نوار غزه زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت غزه که در کنترل حماس است، از آغاز درگیری دو طرف تا کنون 20915 تن در حملات اسرائیل به غزه کشته و 54918 تن مجروح شدند. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که تا زمان نابودی گروه افراطی حماس جنگ ادامه خواهد داشت. گروه افراطی حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز دوشنبه 4 دی ماه پیشنهاد مقامات مصری برای واگذاری کنترل کامل نوار غزه در برابر آتش‌بس دائمی در جنگ را رد کردند. این دو گروه در مذاکرات جداگانه با میانجیگران در قاهره هر توافقی فراتر از آزادی گروگان‌های به اسارت درآمده در جریان حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه را نپذیرفتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران سرعت و میزان تولید اورانیوم با غنای 60% را بار دیگر افزایش داده است. به گفته آژانس، مقدار غنی‌سازی 60% ایران که به 3 کیلوگرم در ماه کاهش یافته بود، بار دیگر افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران از پایان ماه نوامبر میزان هگزافلورید اورانیوم 60% تولید شده در دو سایت فردو و نتنز را به حدود 9 کیلوگرم در ماه افزایش داده است. اورانیوم با غنای 60% نزدیک به درجه تسلیحاتی است. منابع امنیتی عراق اعلام کردند که در حملات امروز شنبه به 3 نقطه در عراق که توسط نیروهای طرفدار ایران مورد استفاده قرار می گرفت، حداقل یک عضو یک جناح طرفدار ایران کشته و 24 تن زخمی شدند. یک مقام وزارت کشور عراق گفته است که یکی از این حملات یک پایگاه
8 الشعبی در مرکز شهر حله مرکز استان بابل را هدف قرار داد که 1 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. در حمله دیگر در استان باسته در جنوب این کشور هم 4 تن زخمی شدند. ساعتی پیش از آن ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایش به 3 تاسیسات مورد استفاده کتائب حزب الله و گروه‌های وابسته به ایران در عراق حمله کرده که این پاسخی است به 1 رشته حملات به پرسنل نظامی آمریکایی در منطقه. گزارشات یه روز دوشنبه حاکی از حمله پهپادی به نزدیکی فرودگاه اربیل و محل استقرار نظامیان آمریکایی در شمال عراق بود که 3 نظامی آمریکایی را مجروح کرده است. آدیان باسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که یکی از نیروهای آمریکایی در حمله‌ای که بامداد دوشنبه رخ داد آسیب جدی دیده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، بعد از مجروح شدن 3 نظامی آمریکایی در حمله هواپیمای بدون سرنشین در شمال عراق، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ارتش آمریکا دستور داد تا حملات هوایی تلافی جویانه را علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران انجام بدهند. یک نهاد دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه از مشاهده چند پروند پهپاد و موشک در 2 رویداد جداگانه در دریای سرخ و متعاقب آن وقوع انفجارهایی در نزدیکی سواحل یمن خبر داد. به گزارش رویترز، اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در اطلاعیه‌ای گفت که 2 انفجار در فاصله 5 مایل دریایی از یک کشتی که در 50 مایل غرب حدیده در سواحل غربی یمن بود رخ داد و پیش از این انفجارها پرواز 2 هواپیمای بدون سرنشین دیده شده بود. به گفته این نهاد، در یک رخداد دیگر در فاصله 4 مایل دریایی از یک کشتی که در 60 مایل دریایی حدیده بود صدای انفجارها شنیده شد و موشکهایی هم مشاهده شد. بنا به گزارش‌ها در هر 2 رویداد کشتی و خدمه سالم هستند. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا،
شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که نظامیان این کشور کنترل کامل شهر ماریانکا را در شرق اوکراین به دست گرفتند. کیف این ادعا را تکذیب کرده است. در صورت تثبیت تسلط مسکو بر ماریانکا، این بزرگترین دستاورد ارتش روسیه از زمان تصرف شهر استراتژیک باخمود در ماه می خواهد بود. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصرف ماریانکا را یک موفقیت برشمرد و گفت که این رخداد به نیروهای روسیه این فرصت را می‌دهد که وسعت عملیاتی بیشتری در منطقه داشته باشند. بنابر گزارش‌ها پلیس پاکستان شماری از پناهجویان افغان در حال انتقال به آمریکا را بازداشت کرده و به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده است. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی میگوید که مسئولان پاکستانی نامه‌های سفارت آمریکا در اسلام آباد از سوی این افراد را به عنوان مدرک نادیده میگیرد. رویترز با دو خانواده افغان صحبت کرده که با وجود نشان دادن نامه‌های سفارت آمریکا به پلیس پاکستان اخراج شدند و یک افغان دیگر که علی‌رغم در دست داشتن این نامه بازداشت شده است. اعلام تصمیم دولت موقت پاکستان به اخراج حدود 1.7 میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت که اکثرشان افغان هستند در ماه اکتبر سال جاری نگرانی‌های زیادی را در میان افغان‌های ایجاد کرده که به پاکستان رفتند تا به کشورهای سوم به عنوان پناهنده مهاجرت کنند. رسانه‌های هندی از وقوع انفجاری در نزدیکی نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو و آغاز تحقیقات امنیتی درباره این حادثه خبر دادند. وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه ضمن تایید وقوع انفجار در نزدیکی سفارت این کشور در دهلی نو اعلام کرد که در این حادثه به کارمندان نمایندگی دیپلماتیک این کشور در هند آسیبی نرسیده است. وزارت خارجه اسرائیل ضمن اشاره به اینکه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده افزوده است که اثری از مواد منفجره هم یافت نشده و تحقیقات ماموران امنیتی سفارت در همکاری با پلیس هند در این باره ادامه دارد. به نظر می رسد که صفت خواب‌آلود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا مدام در توصیف جو بایدن رئیس جمهوری کنونی و رقیب سرسخت خود تکرار می کند ملایم ترین انتقاد ترامپ از بایدن باشد. ترامپ در پستی از طریق شبکه سوشال تروث کاملا غیر عادی به مناسبت تعطیلات کریسمس در پیامی آرزو کرد که بایدن، جک اسمیت مشاور ویژه و دیگر مخالفان سیاسی از جمله برخی رهبران جهان که طرفدار استفاده از خودروهای برقی هستند هم در جهنم بپوسند. ترامپ 77 ساله که به دلیل تلاش برای لغو انتخابات سال 2020 با اتهامات جنایی روبروست، بایدن را تهدیدی برای دموکراسی و دولت او را مملو از جنایتکاران و اراذل اوباش توصیف کرد و در پاره‌ای از موارد آنها را مشتی حشرات خواند. ترامپ که با 91 اتهام قضایی در 4 پرونده روبروست، تاکید دارد که بایدن کشور را به سوژه‌ای برای دشمنان تبدیل کرده و باعث تضعیف شدید این کشور شده است. ترامپ بارها از واژه خرف در مورد بایدن استفاده کرده و چندین بار راه رفتن و حرکات بی اراده بایدن را در جایگاه سخنرانی به مسخره تقلیل کرده است. با این حال کمپین انتخاباتی بایدن به شکلی محدود به این حملات پاسخ داد و ترامپ را به تقلید از هیتلر و موسولینی در حشر خواندن مخالفان سیاسی خود متهم کرد. شایان ذکر است که ترامپ به رغم پیگردهای قضایی متعدد هنوز از شانس بالایی برای پیروزی به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برخوردار است. بینندگان عرشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.